در اون روزهای خیلی قدیم که من در عالم مطبوعات فعالتر از امروز بودم، یه مجله رو سرپرستی میکردم. یک روز یکی از نویسنده ها یه مطلبی نوشته بود درباره سلمان پارسی، یکی از سران اسلام، و یکی از عبارات، یکی از پاراگرافاش این بود که بر اساس یک حدیث ضعیف ایشون بیش از 300 سال عمر کرده است. من استدعا کردم از این نویسنده، اومد اونجا و بهش گفتم که تو میدونی احتمال ضعیف یعنی چی؟ احتمال ضعیف یعنی این که خیلی بعیده، ولی بعیدم نیست که اتفاق نیفته. یعنی ممکن است به یک احتمال خیلی خیلی ضعیف این واقعیت داشته باشد و آقای سلمان 300 سال عمر کنه. به نظر تو یک همچون چیزی امکان پذیره؟ گفت که نه، من که نوشتم ضعیف است. فرم گفتم نه، اصلا این خلاف عقله. وقتی تو یک مطلبی رو در این چنین تا این حد سخیف میاری تو مقاله خودت، یعنی اینکه تو یک احتمال خیلی 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 ضعیف یک در 10 میلیون میدی که ممکنه یه نفر 300 سال عمر رو کند. گفت بله، خب البته اصلاح کردیم، اون مقاله هم چاپ شد و تمام. این رو داشته باشید تا من یه نکته دیگه رو براتون بگم. شنیدم که آقای محمد بلوری، نویسنده شناخته شده روزنامه کیهان، در یک جایی گفته است که در رژیم گذشته، یعنی رژیم شاه فقید، قربانیان سیاسی و محکومین سیاسی رو بر جای اینکه اعدام بکنن می‌بردن و می‌انداختن به دریاچه نمک قم. البته از این حرفا گفته میشه، به خصوص که آقای بلوری منبع اصلی خبر خودش را هم که گویا آقای نورالدین علموتی وزیر دادگستری آقای امینی بود ذکر کرده بود که این رو از او شنیده و از او نقل میکند. ماجرا بر سر این استش که خیلی خوب، شما این حرف رو از آقای نورالدین علموتی شنیدید و بدون تردید آقای نورالدین علموتی براتون خواهم گفت چرا، قطعا با شما شوخی کرده است. از این کارها در بین جامعه ایران خیلی مرسومه. مثلا نمونش در انقلاب 1357 در یک خانه واقع در خیابون بهار مقدار زیادی ناخون گذاشته بودن و میگفتن که اینها ناخونهایی است که ساواک از مجرمینش کنده. من میگفتم من نمیخوام بگم که ساواک ناخون رو میکند یا نمیکند، حالا ممکنه بکند ممکنه نکند، ولی دلیل این که این ناخونها رو وقتی نگه میداشت به چیه؟ آیا میخواست اینها رو به کلکسیونرهای ناخونهای تمام دنیا بفروشه؟ دلیل نداره. خب معلومه که مزخرف این حرف. آدم خب ممکن است یک کاری هم بکنه که من راجع به اونش هم تردید دارم، اما معذالک فکر کنیم که میکرده، ولی برای چه باعث نگه میداشت؟ یا همچنین آقای مبشری، برادر سرهنگ مبشری معروف، که در آغاز حکومت آقای بازرگان وزیر دادگستری شد، خب که آدم بسیار موجهی بود و از دوستان نزدیک من هم است، با آدم بسیار شریف و انسان واقعی است، ولی خب به عنوان شوخی به احتمال خیلی زیاد گفته بود که بله، کارمندان ساواک هر شب موقعی که میخواستن برن خونه یک سر بریده ای از این قربانیان سیاسی رو میذاشتن توی دستمال و میبردن خونه. و این حرف
که قطعاً و بدون هیچ تردید و با سابقه آشنایی که من از آقای مبشری دارم، قطعاً به عنوان شوخی یا یک اغراق‌های شاعرانه که گاهی از زبون‌ها جاری می‌شود گفته بود، از قول دیگران هم من شنیدم. بهش میگفتم که خیلی خوب، اون به دلیل سادیسم خاصی که داره کله یک سری رو میبریده و میبرده خونه که چیکار کنه که خانومش ازش کله پاچه بسازه یا خوراک زبون. از اون گذشته اگر که قرار باشه که هر کارمند سواک که قلن مثلا نمیدونم 5000 نفر بودن، هر روز بخوان 5000 تا سر ببرن، که در طول یک سال یا 10 سال تمام ملت ایران تمام شده. این حرف گفته از ایشون رو من تردید ندارم، ولی شوخی است. همونطور که حرف آقای نورالدین علموتی هم شوخی است. حالا در مورد آقای نورالدین علموتی، یک زن کوچک دیگری میره که چون اصولاً با سیستم سیاسی مملکت ما توافقی نداشت و دوستش نداشت، بعید نیست که این حرف از ذهنش پریده باشه و بعید هم نیستش که گفته باشد، و هدفش هم واقعا شوخی نبوده و جدی بوده یا اصلا همچین تصوری هم داشته است. ولی آقای محمد بلوری در مقام یک روزنامه نویس، اونم دبیر حوادث روزنامه معتبری مثل کیهان که اصولاً با حوادث گوناگون، کشتن، زندان و این حرفا آشنایی دارد، چطور این حرف رو باور میکنه؟ اگر که سیستم امنیتی مملکت ما یعنی ساواک واقعاً در حدی بود که آدم هایی رو که میخواست قربانی بکنند از سیاسیون میبرد و مینداخت تو دریاچه نمک، حماقت مطلق در این کار وجود داره. دریاچه نمک اسمش دریاچه نمکه برای اینکه پراز نمک آبش، و شما میدونید که در آبی که نمک آلوده باشه، مثلا آب اطراف مرسی یا مثل دریاچه رضایی ایران، به علت شوری اصلا جسد تو نمیره. یعنی اگر بدتر اینجاست، برای اینکه شما یک جسدی رو پنهان کنید به دلیل اینکه روی آب میمونه و بالاخره دست یک کسی میفته. حالا فکر کنیم به هر دلیلی پای اون آدم یه سنگی هم بستند و انداختن، که البته دریاچه نمک تا این حد هم گود نیست که بتونه با سنگ ببرد جسد رو پایین. حالا فکر کنیم که این کار رو اتفاق افتاده، جسد رو طوری با سنگ بستن که رفته باشه، این بلاحت رو باید چجوری جواب داد؟ که اصولا شما وقتی که یک چیزی رو میخواهید از بین نره، میندازید تو نمک. یعنی تو این نمک هستش که اون از بین نمیره، خراب نمیشه و میمونه و سالم میمونه. شما نمک سود نشیدید، ماهی سود نشیدید، تمام غذاهایی رو که برای اینکه بموند به نمک آلوده میکنن نشیده اید. اون ضرب المثل هرچه بگندد نمکش میزنند رو نشیده اید. آخه شعور هم یک چیز مختصری است که به درد میخوره. آیا آدم کسی رو که بخواد بکشه میبره میندازه تو دریاچه نمک که جسدش سالم بمونه؟ حالا به هر حال 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه ممکن بود، ممکنه که اون تهون تایی دریا بمونه، بالاخره میاد رو، چون اولا سالمه، تو نمک خوابیده شده، و از اون مهمتر این که در دریایی که پر از نمک است میاید بالا و از بین میبره. از اون گذشته، آیا این تنها راه پنهان کردن یک جسد هست؟ چرا این کار میکرده است؟ شما میخواستید پنهان کنید، خب یه جای خاک میکردید. مگه خود جمهوری اسلامی دین خدایی که پیرو دین خداوند هم هست، چند تا دونه از این قبرهای دست جمعیش کشف شده است بعدن، که همینطور آدم ها رو کشتند و ریختند رو هم روش خاک زدند.
حالا در قدیم که به این تعدادم آدم اعدام نمی کردن، یکی دو تا سه تا چهار تا آدم های مختلفی رو ممکن است اعدام کرده باشن، اونم تازه اعدام کردن، بعضی هایی رو که پنهان میخواستن بکنن این کار رو کردن. چه لزومی داشت این کار رو بکنن؟ یه خاک میده آتیشش میزنن، از بین میبرن. از دوره جک ریور انگلیسی مرسوم از همه هم میدونن که اگه شما بخواید یه جسدی رو از بین ببرید، بهتری راهی نستش که شوی تیزاب گل سلطانی بندازیدش. و یه مدت هم که بونه حل میشه در اونجا و میشه و فرستاد توی اگوی شهر، حالا اگر که ایران اگو هم نداشته است میشه صد صد انداختش میشه. این حرف های مهمل باعث میشه، همین حرف های مهمل که درش یک تمایل به حمله حکومتی است و ممکنه بعضی خوششون بیاد، باعث میشه که سطح شعور و هوش مملکت به حدی برسه که باور کند واقعا حضرت علی با اژدها و فیل سفید حرف میزده است. وقتی که میخواست همسرش آبستن بشه، به جای اون روش کلاسیک مرسوم رو که از دوران حابیل و قابیل تا امروز ادامه دارد نمیخواست انجام بده، دیگه دستش رو سرش نمیذاشت، همه این رو میدونن ولی مردم باور میکنن. شما باور نمیکنید، من یک بار این موضوع رو در یکی از این برنامه ها گفتم، برای من از ایران نامه کتبی نوشتن که آقا شما نمیدانید، این از اسرار خداوندی است و خداوند اگر بخواهد میتونه با دست یک امام کسی رو آبستن بکنه. بله ممکنه قدرت خداوند از این بیشتر را هم داشته باشه، ولی چرا بکنه؟ مگه حضرت علی به خانومش خلوتگاهی نداشتن؟ چرا باور میکنیم مردم اینها رو؟ برای اینکه به ما گفتن که سواک ناخونهای رو که از مجرمین سیاسی میکند اینا رو صد صد نگه میداشت. و شماها شاید یادتون نباشه، اگر جوان باشید به دوره انقلاب یادتون، مردم گروه گروه میرفتن تماشای ناخونهایی که سواک از دست مجرمین کشیده و به یک دلیل خاصی همه اینها رو نگه داشته و اون روز مجسم میدن. آغاز باور کردن این حرفهای خرافی بیمورد همونه، همین که یک آدمی میگوید که آقا بدون اینکه اصلا توجه داشته باشه به محیط زیست و محیطی، به توجه داشته باشه به فیزیک، توجه داشته باشه به زندگی جاری، توجه داشته باشه به محل دریاچه نمک دور تا دورش ده است و فلان، همه مردم میرن پیدا میکنن، این حرف رو میزند که میندازد و مردم باور میکنن. فردا البته باورم خواهند کرد که بله اژدها آمد در مسجد، از حضرت علی اجازه طلبید که برود و نماینده اسلام بین اژدها ها بشه و مارهای بزرگ. خداوند ما رو واقعا از گزند این آدم ها نگه دارد. ما به تدریج داریم آیکیوی کلکتیومون رو از دست میدیم و من نمیدونم واقعا تکلیف جوانهای ما، تحصیل کرده های ما، جامعه ما در آینده واقعا چی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا درباره سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی چنین اظهار داشتند: جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر نیاز به تأکیدهای دیگران ندارد. طبق فرمایش ایشان این قطعنامه مغرضانه و فرصت طلبانه، جانبدارانه، یک سویه، غیر واقع بینانه و ناامید کننده است. تراویدن این صفات به قطعنامه حمایت از حقوق زن در ایران مفهوم توف سربالاست که به ریش صاحبش
برمیگردد. اتحادیه اروپا دقیقاً یک سازمان جهانی است که با هدف دفاع از حقوق انسان چه مرد و چه زن تشکیل شده است. و وقتی سخنگوی وزارت خارجه ایران درست در آستانه تشکیل اجلاس سالانه سازمان ملل با این کلمات بدان میتابد، نشانه برخورد دولت مطبوع اوست با تحولات عصر جدید و پافشاری برای بازگشت به عصر قدیم. بی جهت نیست که جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه ترین گزارش خود میگوید در یک سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شد. نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه تداوم یافت و شمار اعدام‌ها به 253 نفر رسید. مراد ویسی در مقاله مبسوطی راجع به مسئله مورد بحث می نویسد مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها یک فرد یا یک گروه نیستند. آنها شبکه ای از مقامات ذی‌نفوذ، روحانیون ارشد، مراجع تقلید، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، دادستان ها و قضات، رسانه های همسو با حاکمیت، سخنرانان توجیهگر، امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای مختلفند که در برابر ورود زنان به ورزشگاه ها مقاومت میکنند. اساس حرف مراجع تقلید این است که ورود زنان به ورزشگاه ها خلاف شرع است. یکی از فعالترین مراجع تقلید 93 ساله و مستقر در قم میگوید جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست. اختلاط جوانان سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می شود. در بعضی انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند و زنان موقعی که این برنامه ها را از رسانه ها می بینند حضور آنها در ورزشگاه ها ضرورتی ندارد. این سخن روشنگر حقیقتی است که گویا واعظان قانون و واعظان منبر توجهی بدان ندارند. در این عصر و زمان که انواع وسایل خبری از تلویزیون گرفته تا اینترنت بی پرده ترین اندام زنان و حتی هماغوشی زن و مرد را در معرض تماشا قرار می دهند، آیا حضور زن در ورزشگاه مغایر عفاف است؟ در مقاله مورد بحث آمده است دادستان کل کشور یکی از مخالفان جدی حضور زنان در ورزشگاه است. او میگوید حضور زنان در ورزشگاه ها از مصادیق نفوذ دشمن است و اگر این موضوع ادامه یابد باید با آن برخورد قضایی شد. اهمیت مخالفت دادستان کل کشور با حضور زنان در ورزشگاه ها فقط تأثیر سخنان او از نظر سیاسی و روانی نیست. او شبکه ای از دادستان ها را در سراسر کشور رهبری می کند که هر یک از آنها قادرند ظرف چند دقیقه دستور بازداشت هر کس از جمله زنانی را که برای ورود به ورزشگاه ها تلاش می کنند صادر کنند. در واقع عمده بازداشت های زنان در ورزشگاه ها و اطراف ورزشگاه ها به حکم شبکه دادستان های تحت الامر وی صورت می گیرند. اما آنها یک ضابطه مهم و مقتدر نیز در بازداشت زنان خواستار حضور در ورزشگاه دارند و آن نیروی انتظامی است. بعد می افزاید دیگر مخالف جدی ورود زنان به ورزشگاه ها صافی گلپایگانی، روحانی 101 ساله و از مراجع ذی‌نفوذ در قم است که فراتر از بحث حضور زنان در ورزشگاه ها می گوید
وضعیت زنان در ایران به طور کلی مطابق اصول اسلام نیست. بدیهی است زن ایرانی که از عهد مشروطیت سینه سپر کرد و در راه تمدن غرب قدم گذاشت تسلیم این گونه تهدیدها و تحقیرها نمی شود. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی که همراه شوهرش و مهدی کروبی به اتهام رهبری جنبش سبز در انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شد، یادداشت کوتاهی در وبسایت کلمه نوشته است بدین قرار: شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است. او با اشاره به حکم صادره برای مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق که در اردیبهشت سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و به 10.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است، اضافه می کند: آیا حاکمیت فکر نمی کند که خود با این روش ها به تشویش افکار عمومی و دامن زده است؟ بخشی از این یادداشت نیز به بازداشت نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر اختصاص دارد که در آن با اشاره به ابزارهای سرکوب پنهان و آشکار حکومت که تا درگیری یک دختر بچه 15 ساله گسترش یافته است چنین می نویسد: آیا پدر و مادرها ناگزیر خواهند شد فرزندان خردسالشان را در خانه هایشان نگه دارند تا اسیر زندان نظام حاکم نشوند؟ این را از زبان همسر دانشمند نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی می شنویم. امروز می خواهم درباره کوانتوم مکانیک سخن بگویم که یکی از بخش های بسیار مهم دانش فیزیک است. ولی سخن گفتن درباره کوانتوم مکانیک برای همگان، آن هم در وقتی کوتاه، بسیار دشوار است. به ویژه آنکه اصلها و دستاوردهای کوانتوم مکانیک با برخی پایه‌هایی که ذهن ما با آنها خو گرفته همخوانی ندارند. با این حال، چون چند بار از من خواسته شده به این موضوع می‌پردازم، خواهم کوشید تصویری کلی از این دانش شگفت‌انگیز پیش روی شما بنهم، بیان که تا آنجا که ممکن است وارد نکته‌های تکنیکی و تخصصی شوم. کوانتوم مکانیک یا کوانتوم فیزیک آن بخش از فیزیک است که به جهان اتم‌ها و ذره‌های کوچکتر از اتم مانند فوتون، الکترون، پروتون و ده‌ها ذره بنیادین دیگر می‌پردازد. دانش فیزیک کلاسیک که از آغاز سده 17 تا پایان سده 19 توسعه یافت و شامل مکانیک، نوریک یا اپتیک، ترمودینامیک و الکترومغناطیسم می‌شود، درباره جهان بزرگ پیرامون ماست، جهانی که با چشم می‌توانیم. بسیاری از اصل‌ها و معادله‌هایی را که برای توصیف جهان پیرامونمان به کار می‌روند، نمی‌توان درباره ذره‌های اتمی به کار برد، چون با ویژگی‌های جهان اتمی یا ریزکیهان میکروکوسم ناسازگارند. در فیزیک کلاسیک جسم‌ها در زمانی داده شده در جای معینی قرار دارند، دارای سرعت و انرژی مشخصند. در کوانتوم مکانیک چنین نیست، چون کمیت‌های فیزیکی ذره‌ها در ابری از احتمال‌ها نهفته‌اند. برای اینکه الکترون در نقطه آ باشد احتمالی وجود دارد، برای اینکه در نقطه ب باشد احتمالی دیگر، یعنی ممکن است که الکترون نه در نقطه آ باشد نه در ب. در جهان عادی شما چیزها را می‌بینید، توپ پینگ پونگ، درخت، دانه ارزن را، چون نور از آنها بازتابیده می‌شود و به چشمانتان وارد می‌شود. انرژی که ذره‌های نور
یعنی فوتون ها به توپ پینگ پونگ یا دانه ارزن وارد می کنند بسیار کم است. تغییری در این جسم ها نمی دهد. در جهان کوانتوم مکانیک چنین نیست. برای دیدن یا رابطه برقرار کردن با اتم ها و ذره های بنیادین باید به آنها فوتون هایی با طول موج کوتاه تاباند تا این فوتون ها بازگردند و بتوان آن ذره ها را با دستگاهی دید. این فوتون ها در برخورد با ذره ها به آنها انرژی وارد می کنند و آنها را از حالت پیش از برخوردشان در می آورند. بنابراین ما همیشه فقط می توانیم حالت پس از برخورد آنها با فوتون ها را، یعنی حالت برانگیخته آنها را ببینیم. حالت پیش از برانگیخته شدن آنها از دسترس ما بیرون است. از این رو اندازه متغیرهای فیزیکی ذره ها، یعنی سرعت، جا، انرژی و دیگر پارامترهای اتمی آنها را تنها با درصدی احتمال می توان دانست. ولی این احتمالی بودن کمیت های فیزیکی نه به سبب ناتوانی ما در اندازه گیری است، از ماهیت زاستار طبیعت در مقیاس اتمی برمیخیزد. یک تک سنگ تکان نمی خورد در یک حالت است، ولی اگر می توانستیم اتمی یا ذره ای را نگاه کنیم می دیدیم که پیوسته در حال جنبش و ارتعاش و افت و خیز است. در جهان کوانتوم مکانیک همه چیز در ارتعاش است، هیچ چیز ساکن نیست. تفسیر زیربنای تئوریک کوانتوم مکانیک یا شناخت شناسی اپیستمولوژیان بسیار دشوار است و حتی فیزیکدانان بزرگ هم در فهم آن دشواری دارند. از این رو برداشت های گوناگونی از کوانتوم مکانیک وجود دارند. ریچارد فاینمن، یکی از فیزیکدانان تئوریک بزرگ سده بیستم، برنده جایزه نوبل سال 1965 که خود نتیجه های بسیار مهمی در این زمینه داشته، میگوید فکر میکنم بتوانم بگویم که هیچ کس واقعا کوانتوم مکانیک را نمیفهمد. اینشتین با اینکه خود از پایه‌گذاران کوانتوم مکانیک بود تا پایان عمر با شک به تحول های آن مینگریست و بارها کوشید در آن تناقض بیابد، ولی هیچگاه موفق نشد و کوشش‌هایش به پربار شدن کوانتوم مکانیک انجامیدند. جنبه‌های شناسانه کوانتوم مکانیک آشکار نیستند، ولی کاربرد آن در عمل پیشرفت‌های بسیار برای انسان فراهم آورده. سهم آن در تکنولوژی‌های نوین آنچنان فراوان است که به شمار نمی‌آید. هرچه الکترونیک است، ترانزیستورها، دیودها، رایانگرها، شیمی، پزشکی، برای نمونه دستگاه تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی MRI، همه و همه از کوانتوم مکانیک استفاده می کنند. واکنش های هسته ای را با بکار بردن کوانتوم مکانیک می توان فهمید. همچنین است پدید آمدن انرژی در خورشید و ستارگان دیگر. اینکه چرا اتم ها پایدارند و الکترون ها به روی هسته نمی افتند با قانون های کوانتوم مکانیک فهمیده می شود. بسیاری از شما هر بامداد نان را با دستگاه برشتگر توستر برشته می کنید، بیان که بدانید که گرم شدن این دستگاه و سرخ شدن مقاومت آن را فقط با کوانتوم مکانیک می توان توضیح داد. و جالب است بدانید که کوانتوم مکانیک از مطالعه انرژی گرمایی جسمی که داغ شده باشد آغاز شد. هدف از این گفتار آشنا کردن شما با کوانتوم مکانیک است. بهترین روش برای آشنایی با هر رشته ای از دانش، دانستن تاریخ آن دانش است. پس ببینیم که کوانتوم مکانیک چگونه آغازید و چگونه تحول یافت. شرح تاریخچه کوانتوم مکانیک در ضمن نمونه‌ای خواهد بود از چگونگی پدید آمدن گام به گام دانش‌های فیزیکی. خواهید دید که انسان چگونه درباره دانسته‌هایش شک می‌کند و آنها را با واقعیت، یعنی آزمایش، به چالش می‌کشد تا درستی را از نادرستی باز شناسد و بدین سان در راهی پرپیچ و خم همیشه از واقعیتی به واقعیت دیگری می‌رسد.
این روند پدید آمدن و تحول دانش‌های فیزیکی کاملاً برخلاف روال ایدئولوژی‌ها و دین‌هاست که واقعیت را مطلق می‌پندارند، آن هم واقعیتی که در گذشته یک بار برای همیشه وضع شده است. در سال‌های پایانی صدی 19 دانش فیزیک از 4 بخش عمده تشکیل شده بود: مکانیک نیوتن، نوری یا اپتیک، ترمودینامیک و برق و مغناط، الکترومغناطیسم. مکانیک نیوتن حرکت و انرژی و نیروی جسم‌های زندگی هر روزه و نیز حرکت سیاره‌های راجمان یا منظومه خورشید را بیان می‌کرد. ترمودینامیک مطالعه گازها و مایع‌ها بود. حدس می‌زدند که گازها از ذره‌های کوچکی ساخته شده باشند، ولی هیچ دلیل نپاهشی ابسرواسیونل آزمایشی برای وجود مولکول و اتم وجود نداشت. نخستین ماشین‌های بخار ساخته شده بودند که در کارخانه‌ها و کشتی‌ها انرژی و حرکت تولید می‌کردند. نوریک یا اپتیک مطالعه نور بود. انسان توانسته بود تلسکوپ و میکروسکوپ بسازد. آزمایش‌های بسیار به ویژه پدیده‌های اندرزنش، انترفرانس، تداخل و پراش، دیسپرسیون ثابت می‌کردند که نور پدیده‌ای است موجی. از سوی دیگر انسان بار برقی و میدان‌های برقی و مغناطیسی و پدیده‌های وابسته به آن‌ها را می‌شناخت. می‌دانستیم که برق و مغناطیس دو پدیده به هم پیوستند، یکی دیگری را به وجود می‌آورند. جیمز ماکسول با معادله‌های مهم خود پدیده‌های الکترومغناطیسم را بیان کرده بود و می‌دانستیم که نور زاییده میدان‌های الکترومغناطیک است و موج‌های رادیویی با سرعت نور حرکت می‌کنند. ولی میان الکترومغناطیسم ماکسول و مکانیک نیوتن ناسازگاری وجود داشت. یکی از مسئله هایی که فیزیکدانان را به خود مشغول کرده بود توضیح انرژی گرمایی جسمی بود که آن را داغ می کردند. انسان از هزاران سال پیش می دانست که مثلا وقتی نعل عصب را داغ می کنند، نعل با رنگ های گوناگون می درخشد، زمانی سرخ و بعد نارنجی می شود، و اگر دمای آن را بیشتر کنند با رنگ آبی و سپس بنفش می درخشد. به سخنی دیگر جسم گرمایی را که گرفته به صورت بیناب یا طیفی با رنگ‌های گوناگون از خود پس می‌دهد. در آن زمان می‌دانستیم که طول موج‌هایی که رنگ سرخ را پدید می‌آورند بزرگتر از طول موج‌های رنگ بنفشند. فیزیکدانان می‌خواستند محاسبه کنند که چند درصد از انرژی‌ای که جسم داغ در فیزیک به آن سیاه جسم می‌گویند، سیاه جسم پس می‌دهد، در طول موج‌های سرخ است، چند درصد در طول موج‌های آبی و چند درصد در طول موج‌های دیگر. هموگش‌ها یا معادله‌ها به نتیجه بسیار شگفت‌انگیزی می‌رسیدند. انرژی بیرون داده شده جسم داغ باید بی‌نهایت باشد که در فیزیک ناممکن است. افزون بر این، باید بیشتر این انرژی با موج‌های کوتاه‌تر از آبی، یعنی بنفش و فرابنفش، بتابد. حالان که اندازه‌گیری ها نشان می‌دادند که اصلاً چنین نیست. خوشبختانه که چنین نیست، چون اگر چنین می بود، بامداد که نان خود را برشته می کردیم، دستگاه برشتگر با پرتوهای ایکس و گامای بی نهایتی که از خود بیرون می داد ما را می کشت. فیزیکدانان این مسئله را نگونزار فرابنفش یا کاتاستروف اولتراویوله می نامیدند. حل این مسئله سرآغاز کوانتوم مکانیک بود. وقت ما به پایان رسید. این مطلب را در هفته آینده دنبال خواهم کرد. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. طبق معمول شعری از خودم خواهم خون. علت این که شعر از خودم میخونم و از دیگران نمیخونم این است که حرفایی رو که من میخوام بزنم غالباً تو این شعرها بیان شدند، سخنانی هستن که سالها به اونها فکر کردم، سنجیدم و اساره زندگی فردی و اجتماعی خود من در ایران و در خارج از ایران هستن. بنابراین به جای اینکه سخنرانی بکنم، نکته ای رو به نثر براتون بگم، از طریق همین شعرها بیان میکنم به امید اینکه شنیده بشه و دیده بشه. در هر حال امروز
من هفته پیش یک شعری خوندم که اشاره به داستان ماجرای عزاداری ماه محرم و به اصطلاح سوء استفاده ها و حتی خرافاتی که پشتش هست شده بود. امروز هم چون محرم تموم نشده، من بخشی از این کتاب رو به همین موضوع اختصاص دادم. محرم چیزی نیست که ما از او بیگانه باشیم، دور باشیم. همین روزها برای خود من یک سری تصویر فرستادن از زادگاه من که نشون میده که همچنان این مراسم همونطور که در کودکی من در جریان داشت و در روزهای اول ماه محرم اجرا میشد، همچنان ادامه داره و همشهریای خود من هم اجرا میکنن و خود من هم وقتی کودک بودم با اون مانوس بودم و در اون شرکت داشتم. بنابراین سخنانی که میگم سخنانی نیست که یک آدم ناآشنا و ناآگاه با این مراسم بیان میکنه. بنابراین شروع میکنم با این شعر و ادامه میدم تا به ماجرای کربلا برسیم. ایران خاری و جزیه ستانی. روی سخن معلوم هست با که هست. کاروان ما به آواز هدات، در امان از ره زنان لات و پات. لات و پاتی در وزیران تو نیست، دزد راهی با امیران تو نیست. نیست در اطراف بیتت ناکسی، کهن جلادی به صدر مجلسی. نیست جمع قاتلانت در یمین، در یسارت نیست قصاب اوین. قصه کوته، هر چه داری در کنار، مهر رحمت دارد از پروردگار. سفره‌های خاک از نفتت پرند، گاو و اسب و استرت بر آخرند. طرف بازاری ز دنیا کرده ای، آخرت را نیز کالا کرده ای. یادآوری میکنم که این کتاب حدود 10 سال پیش در خارج از کشور چاپ شده، همچنان مسائل روزه. طرف بازاری ز دنیا کرده ای، آخرت را نیز کالا کرده ای. لوله های گاز زیر خاک توست، ملک ایران جزئی از املاک توست. موطنت اسلام و قرآن کشورت، خاک ایران سرقباله مادرت. جزیه اسلام گیری از مجوس، در شمال اما خزر بخشی به روس. بخشیدن، امضا هم شد. خاک ایران سرقباله مادرت، جایزه اسلام گیری از مجوس. در شمال اما خزر بخشی به روس، تا خلیج از فارس بستاند عرب. ره سپاری جانب قدس از عقب. با عرب ها می نشینی گول و گیج، نیست باکت گر عرب خوانی خلیج. زان که دل با خاک ایران نیستد، کشوری جز جلد قرآن نیستد. مغز را آن عارفان برداشتند، جلد را نزد خران بگذاشتند. جلد را برداشتی کین دین ماست، شهر ایران برخی آیین ماست. برخی یعنی قربانی. جلد را برداشتی کین دین ماست، شهر ایران برخی آیین ماست. هستی این ملک را در جعبه ای، می توانی تاخت زد با کعبه ای. گوهرت را ذره ای انسانیت نیست، ای بیگانه با ایرانیت. ریشت بر طرف این بوماشیان، گیرد از دین عرب توش و توان. زان که آیین عرب بنیاد توست، مهر ایران از کجا در یاد توست. مهر ایران بود اگر در یاد تو، کی وطن می سوخت در بیداد تو. مهر ایران گر تو را در یاد بود، کی وجودت جور و استبداد بود. کی ز کینت با چنین گستردگی، می شد این کشور حصار بردگی.
ماده و نر، کودک و پیر و جوان، کی چنین از جور تو میباخت جان؟ کی به پا می شد به هر میدان پست، بهر کشتن جرثقیل و داربست؟ آفتابه وهن و تحقیر تو کی داشت بر گردن جوان خاک ری؟ عاشقی، مردی، زنی در این دیار کی به قانون تو می شد سنگسار؟ کی به قانون تو در این سرزمین پاسبان ملک می شد مرگ و کین؟ منبرنشینی و جان ستانی. از چه زینسان بی دریغ از اهل خاک، چون پلیدان می ستانی جان پاک؟ از چه زینسان بی دریغ از اهل خاک، چون پلیدان می ستانی جان پاک؟ از چه می گیری ز مردم بی وداد، آنچرا نتوان به آنان باز داد؟ این همه کشتی به بیداد اساس، می توانی زنده کردن یک مگس؟ گر توانی رحم بر آینده کن، آن همه کشتی یکی را زنده کن. حق به جان دادن چون عود یار تو، از چه رو قتل است و کشتن کار تو؟ چون مدد در زنده کردن نیستت، این ولع در جان گرفتن چیستت؟ کشتنی کن آنچه که از نو زادنیست، بازگیران را که واپس دادنیست. جان انسانی مقدس چون خداست، جان انسانی مقدس چون خداست. وین سخن را قصه خلقت گواست. کشته ای و میزنی هلمن مزید، زین همه یک تن توانی آفرید؟ حکومت روحانی و قتل کودکان. این روحانیت هم عجب با این آدم کشی ها و بی اخلاقی ها و فساد ها تضاد و تناقض داره و کسی انگار متوجهش نیست. روحانیت، روحانیت شیعه. به جای اینکه از روحانیت صحبت بکنیم، از قتل و کشتار و دزدی و غارت صحبت میشه در ایران. گر به جان آدمی مهریت بود، واز و آز کشتن در وجودت میغنود، کودک زندانیت در پای دار، کی چنین بود مرگ را در انتظار؟ نونهالی بیقرار و بیفروغ، هست او کی نیست میشد در بلوغ؟ کودکی در بند بختی نامراد، کودکی را کشت و در زندان فتاد. کودکی در بند بختی نامراد، کودکی را کشت و در زندان فتاد. داغ قتلی خورد بر پیشانیش، شد به یغما گوهر انسانیش. زندگیش آلوده بیداد شد، رفته و آیندهش بر باد شد. خیشتن را در شکنج اندر نهاد، خاندانی را به رنج اندر نهاد. سوخت بال آرزوها بر دلش، با ندامت شد عجین آب و گلش. شد به دام عدل تو ویران تو، طعمه تحقیر زندانبان تو. وین چنین همراه با قتلی که کرد، جرم خود پرداخت در انبوه درد. جرم خود پرداخت از بند وجود، زانچه با وی بود از بود و نبود. از چه در بندش نگهداری کنی، تا جوان خون ورا جاری کنی؟
کودکی کرده است قتلی یک زمان، از چه اینک میکشی جانی جوان. گر تو زول قصد کشتن داشتی، از چه در بندش نگه میداشتی؟ از چه باید کودک قربانیت سالها در بند خون آشامیت؟ چشم بر جلاد بندد روز و شب، دشنه تا کی می کشد میر غضب؟ این چه عدل و داد و دین و مذهب است؟ و از چه آیین و کدامین مکتب است؟ تا قصاص این گونه قصابی کند، عدل نفرین بر همو راوی کند. بگذریم از دادگاه بلخ تو، داستان در داستان تلخ تو. یکی از دادگاه های بلخ اخیراً با نشون دادن در واقع سیرک دادگاه شهرداری که همسر جوانش رو کشته بود و تبرئه‌اش کردند و از زندان هم ظاهراً دارن آزادش میکنند، کاملاً نمود و نشون داده شد در این دادگاه بخت، در این سیستم و در این عدالت حکومتی. بگذاریم از دادگاه بلخ تو، داستان در داستان تلخ تو. گوهر جان را به دل مهریت نیست، زادمیت مرد آن کو با تو زیست. گر تو را جان در خور عزت بودی، کی چنین در دام نهی از منکرات بود ملت کشته یک مشت لات؟ کی به فرمانت زنان بی هنر، چادری بر سر چماقی بر کمر؟ شغلشان می شد قرارآشوب زن، خاری زن، بیم زن، سرکوب زن. پیش این پستان که کردستی به صف، روسپی را دست می بوسد شرف. زن که با فرمان دزدی با چراغ، چون غلامان بر کمر بندد چماق، تا بپوشاند به ضرب توسری، بر سر زنها نقاب و روسری. دیگر اندر وی زنیت مرده گیر. گوهرش را میوه افشرده گیر، دیگر از وی مادریت در مخواه. پیش از این گر خواستی دیگر مخواه، ای وجودت پای تا سر سوء زن. زن نما ابزار سرکوبی نه زن، تیغ تیز مردمی نامردمی، پادگان پرورد شیخان قومی، پادگان پرورد مشتی راه زن. ضد انسان، ننگ ابنای وطن، گرچه با زینب قیاست می کنند، لعن و نفرین بر لباست می کنند. ای جگرخواری که جورت نیت است، زینبیت نیستین هندیت است. هند جگرخوار، هندیت اشاره به این میت هند جگرخوار است. زینبیت نیستین بدکارگی است، روی پوشانی و خشتک پارگی است. گرچه صاحب طوق و صاحب یاره ای، فتنه گر مادی نه پتیاره ای. رقعت بر لوح مزدوری است حک، لقمه هایت ننگ نان است و نمک. آن سیه بختی که جهلت خار کرد، وحشت و سرکوب را ابزار کرد. روح خود را برخی نان کرده ای، خاک دین بر فرق وجدان کرده ای. گر توانی زین ارازل دور شو، در صف وجدان خود مزدور شو. سفره را در خانه گر بینان کنی، به که نان از گندم اینان کنی. گندم اینان ز خون خورده است آب، مزرع سبز فلک
در انقلاب، مزرع سبز فلک داس دروغ، مرگ صد آینده در یک عهد بوق، مزرع سبز فلک داس ستم، مرگ هستی در گذرگاه عدم، کینه داس کهن در ماه نو، کشت خود را شو مهیای درو، در وجودت بشکنان قلاده را، تا کنی پیدا زنی آزاده را، حق ایرانیت. حرف سرکوب زن آمد در میان، گفته ما دور گشت از گفتمان، با تو می گفتیم که بد تار و پود، مهر ایران هرگزت در دل نبود، گر تو را از مهر ایران ذره‌ای بود و در دل و از شرافت بهره‌ای، جرم میراثی به نام اعتقاد، کی چنین می‌داد جانها را به باد، کی چنین می‌سوخت در بیم و خطر، کودکان را مذهب مام و پدر، بیگناهی غرق بی آیندگی، داغ حسرت بودشان بر زندگی، که جمود و جور و دهشت این چنین سایه می افکند بر ایران زمین، پیروان یهوه یا شیطان پرست، پیروان یهوه یا شیطان پرست، هر که در هر جا به هر مذهب که هست، گر بهایی زاده یا نصرانی اند، چون در ایران زاده اند ایرانی اند، صاحب حقند در این آب خاک، صاحب حقند در این آب خاک، این وطن ما را بود بالاشتراک، خود کی تا برکنی چون جانیان، حق ایرانیت از ایرانیان. همین اخیراً صحبت از این هست که بچه‌های کودکان هموطن بهائی ما اجازه تحصیل ندارن. این شرم‌آور است در قرن 21 برای یک ملت متمدن که عده‌ای به نام یک مذهب بیان و چنین دستوری رو پیاده بکنن در کشورشون. خود کی تا برکنی چون جانیان، حق ایرانیت از ایرانیان، از چه رو ای شیعه اثنا عشر، دین خود را کرده ای تیغ و تبر، گر نه بهر شق کردن آمدی، از چه تدبیرت نزاید جز بدی، گر پراکندن نبودت رسم راه، ور نبودت راه زن میر سپاه، گر تو را نام خدا دکان نبود، مقصدت جز غارت و تالان نبود، کی خدای شیعه خنجر می کشید، خون غیر شیعه را سر می کشید، کی چنین هر کس به جایی می گریخت و از خدایت در خدایی می گریخت، اختلاف دین تو با دین من، کی مرا محجور می کرد از وطن، کی چنین می گفت ترک این دیار، ارتش آوارگان صدها هزار، کی چنین می سوخت چون شمع و چراغ، جان انسان‌ها به قربت از فراق، کی چنین با داغ دور افتادگی، دود می شد جنگل آزادگی، کی طمع پرورده وجدان فروش، حلقه می افکند حکمت را به گوش، کی چنین می زیست با بیگانگی، ملتی در دام گرگ خانگی. وعده داده بودم که با شروع این شعر برسم به ماجرای کربلا، فرصت نشد و اون شعر رو در هفته آینده براتون خواهم خوند. شاد و پیروز و سرفراز باشید.